سلام دوستان عزیز جلسه دوازدهم آموزش زبان فرانسه من فاطمه محمودی مدرس زبان فرانسه از مجموعه دانشبانیان پرکیانتک اونیت دو پختخه واحد دو تصاویر اکسا لسون ان درس یک در این جلسه ما نومه دزوبشه نامیدن اشیا منتخه سیتو دزوبژ نشان دادن و قرار دادن اشیا لوپولوغیل دزختیکل ادنوم جمع حروف تعریف و اسمها ایلیا عبارت ایلیا ات اتر صرف فعل بودن به زمان حال لنتقوگسیون اوک کسکو پرسش با عبارت کسکو چه چی را با هم یاد میگیریم سواق دیغ نومه دزوبجه نامیدن اشیا کسکو سه این چی هست ستون فوتو این عکس است سوسون د فوتو اینها عکس هستند مونتره ا سیتو د زوبژه نشان دادن و قرار دادن اشیا برای نشان دادن و قرار دادن یا آدرس دادن یک شی معمولا ما جمله ها رو به این صورت به کار میبریم به جمله دقت کنید للیور سنسوق لتجق کتاب ها روی قفسه هستند محل کتاب ها رو میگیم ایل سون دان لشامغ سو لتجق اکوته دولفونتخ ایل جمع هست به بر برمیگرده آدرس دقیق میخوایم بدیم چی میگیم ایل سون دان لشامغ آنها در اتاق خواب هستند. سو لتجغ زیر قفسه اکوته دولفونتخ کنار پنجره وقتی که یک فرد میپرسه کتاب ها کجا هست با جزئیات توضیح میدیم تا بتونه به راحتی کتاب رو پیدا کنه گرامر گرامر لوپولوریل د زختیکل ا دنوم جمع حروف تعریف و اسم ما با حروف تعریف معرفه و نکره آشنا شدیم لختیک دفینی حرف تعریف معرفه لختیک اندفینی حرف تعریف نکره لختیک اندفینی رو زمانی به کار میبریم که اون اسمی که در موردش صحبت میکنیم برای ما ناشناس هست اختیک اندفینی آن اون مفرد ده جم پلوغیل انشه گربه ده شه گربه ها اونه ترجق قفصه ده زه ترجق ها اختیق دفینی حرف تعریف معرفه لو له اله که مفرد هستند و حالت جم له لولیوغ کتاب، للیوغ کتاب ها، لشز، سندلی، لشز، سندلی ها عبارت ایلیه به معنای وجود دارد هست ایلیه ای انوقیبل عبارت ایلیه یک عبارت ثابتی هست تغییر نمی کنه به مثال دقت کنید ایلیا انشه گربه وجود دارد ایلیا دش گربه ها وجود دارد خب رسیدیم به قسمت صرف فعل با فعل ادخ که آشنا هستیم. ما در درس های اول با فعل ادخ آشنا شدیم لو ادخ ابخزان او فعل ادخ بودن به زمان حال در این درس یک بار با هم دیگه فعل را صرف میکنیم. چون که در درس های گذشته یاد گرفته بودیم و حالا میخوایم یادآوری بشه. رسوی تو ایله نوسوم ووزت، ایلسون این هم از صرف فعل بودن. قسمت آخر گرامه در مورد لانتروگاسیون اوک کسکو پرسش با عبارت کسکو چه چی سوال این هست کسکو سه این چی هست در جواب ما سه رو میگیم و بعد از سه اسم اون شی رو میاریم کسکیلیا آن لپیس در اتاق چه چیزی وجود دارد برای جواب ما اول عبارت ایلیه رو میاریم ایلیه و اشیایی که در اتاق وجود داره به ترتیب نام میبریم به این تصویر دقت کنین این تصویر اتاق مربوط میشه به دیالوگی که جلسه آینده با هم کار خواهیم کرد و حالا شما کلمه هایی که اینجا داریم را همراه با من برای خودتون تکرار کنید و به ذهن بسپارید. امیغ انلی ام اون تجغ اون فوتو انلیوغ ان فوتوی ان une table, un vase, un téléphone, un verre, une fleur, une fenêtre, une assiette, une chaise, un ordinateur, un chapeau, un blouson, un sac, این هم اشیایی که در اتاق هست. سوالی که با ایلیاس ساختیم یادتون هست؟ شما میتونید این سوال رو برای خودتون یادداشت کنید و در جواب این اشیایی رو که در اتاق دیدید بنویسید و تکرار کنید تا جلسه آینده ما مکالمه و تمرین های درس را با هم ادامه بدیم دوستان عزیز روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 میتونید آموزش زبان فرانسه را در سایت فرکیان تک دنبال کنید و با ما حتما در ارتباط باشید و نظرات خودتون را برای ما ارسال کنید و در آخر شعار همیشگی ما Make it سیری سیمپل یا به قول مهندس فرهی قدرت در عین سادگی من از طرف تیم فرکیانتک به خاطر دنبال کردن این کلیپ از شما تشکر می کنم. شبکه های مجازی ما را در اینستاگرام، تلگرام، آپارات، یوتیوب، فیسبوک و لینکدین دنبال کنید و حتما از وبسایت ما به آدرس فرکیانتک.com دیدن کنید تا جزوه ها و کلیپ های دیگر ما را به صورت رایگان در آنجا ببینید. حال ارتباطی با من، افتاز محمود ادسان پرک یا تا جد بعد خدا نگهدار